دیگه نصف شب شده. امشب هوام خیلی بده. نمیدونم دخترم الان کجاست. نگران نباش صبیح خانم. تو این بار اون دختره تو خیابون که نمیخواد گدایی کنه بابا جون. تو خودت تا حالا پاتو از این شهرک راهن اصلا بیرون گذاشتی؟ ولی دخترت با آدم های خیلی بزرگی ارتباط داره، با آدم های مشهور ارتباط داره. حتما تو این بارون داره کیف میکنه، خوش بالش داره، بارونو میبینه و قهوه میخوره. تو هم بی خودی داری گریه میکنی. بی خودی بد به دلت راه نده. این چه حرفیه میزنی؟ کی در مورد دخترش اینطوری حرف میزنه؟ پس چطوری حرف بزنم؟ خودت بگو ببینم. من امروز به خاطر تو خار و خفیف شدم. من که میگفتم حواست به دختر باش، نظر بران این ور اون ور، ولی گوشت بدهکار نبود. تو فکر میکردی من یه پدر ظالمم؟ حالا نتیجه ازاد گذاشتنشون رو دیدی؟ معلوم نیست دوباره سرش به چه گناهی گرده. اینا همش تقصیر تو زن. خدای من، تو رو خدا قسمت میدم بس کن دیگه. آخه کل عمرم همیشه سرم بالا بوده، ولی الان به خاطر تو مردم برام پشیزی ارزش قائل نیستن. فردا که این دنیا از گناهش خبردار بشه چجوری به جوابای این مردم پرسوال جواب بدم؟ سر باید دیگه از این خونه بریم. بلند شو، باید اساسمون رو جمع کنیم. این موقع شب کجا بریم؟ هر جایی، جایی که کسی نشناستمون. مگه ول کردن خونه به این آسونیه؟ تو و دخترت همیشه حرفتو به کرسی نشوندین. باشه ببرین، ولی من نمیتونم این ذلتو تحمل کنم. حالا ببین، یه روز ماشینم رو روشن میکنم و میرم رو ریل اون قطار. خدا نکنه. این چه حرفیه میزنی آقا شریف؟ گفتن این حرفا خوبیت نداره. کی مراقب ما باشه؟ صبر داشته باش، یکم صبر داشته باش. چی کار داری؟ من شما رو نمیشناسم آقا. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.